سلام و فراخبر خوش آمدید در این برنامه نشست کندهار راه حل به مشکلات جاری یا تضعیف پایه های حکومت وحدت ملی سازمان دهندگان ده نشست کندهار چه هدف را دنبال می کنند مستقل اداری سی حکومت باید که مداخله اونه که طولی دی حکومت را کنرول رد زمان قضا مستقل نده زمان دی انتخابات کمیسیون مستقل نده حق قوندی سیاقه حکومتونو تا چلینجو نور ملاتو سره جدا کړي هغه هم د قانون د لندانې غا او هم د افغانستان د اناناتو لندانې خلاف عمل ده نقاشي کې منسوب واحتلاراس کاشرو <applause> مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی نشست را در قندهار برگزار کردند نشستی که در ظاهر آوردن اصلاحات در حکومت وحدت ملی از خواسته ها و مقصد آن بیان می شود اما مخالفان نشست قندهار به با این باورند که در اصل تضعیف حکومت و رسیدن به قدرت در آژندای نشست قندهار دنبال می شود عطا محمد نور والی برخ از کسانی که به نشست قندهار دعوت شده بود می گوید که حکومت برای طیاره حاملش اجازه پرواز از مزار شریف به قندهار را نداد کاری که به گفته او خلاف قانون و ورزش های شهروندی است اما آیا حکومت وحدت ملی از برگزاری نشست قندهار حراس دارد برای بحث بیشتر در این باره شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در یوسیدو با ماست و همایون و همایون معاون نخست مجلس نمایندگان و سازمان نشست قندهار از شهر قندهار با ماست خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز نخست از آقای همایون میپرسم که های اصلی را که نشست قندهار دنبال میکنه واضح بیان بکنید بسم الله الرحمن الرحیم اس ته ریک تلویزیون او شما مې مردم افغانستان سلام د قندهار غونډه د اولوسيجرګې د یو شمیر وکيلانو چې تعدادي اوویا نفر تر رسیدلو په عين وخت کې د مختلفو احزاب او څخه چې د افغانان د مختلفو نقاط څخه دی په خصوص د مختلفو اقوام څخه د ولایتي شورا د وکيلانو څخه او د سناتوران څخه متشکل روانډو چې د دیغه پلان تقریبا په ودود د یو میاشت مخکې نیول شوی وو د دیغه اصلي دایراول په قندار کې مخایده او چې قندار یو تاريخي خار او دی او په قندار کې مونږ به وایو چې دا ناست تر سره کو د دې کې ناست یوازینی یوازینی اداف هغه داو چې مونږه نظام تتقویت ور و بخو ولې نظام کې د موجوده حکومت ټول هغه کړنې چې خلاف د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو دي هغه او پګتکو او د دو دوی نه پکلکه سره غوښتنو کو체 د دغه سه قانون نقزولو چې نافذه قوانين اساسي قوانين نقزوي او د ولس پمنسکې د خپل د حکومت د بازل وړپړو چارواکو لخوا ټولنی تزاد چول د منجر پدی کیږي چې دغه نظام سقوط شي او په عین وخت کې د افغانانستان په داخل کې جګړه شروع شي دغه هغه تشويشونه وو چې زموږ سره پیدا شوی او دغه ناستا صرف او صرف د دېغه هدفونو په خاطر جوړ شوی و چې په عین زمان کې دا هم تشويش وو چې د انتخاباته کمیسیون چې یواره غیر قانوني ا ټول هغه کمشنران د دغه وحدت ملی د حکومت در طرفا ګوښکړل سوال بیا غیر قانونین برته نور کمشنران و ټاکل سوال او بیا غیر قانوني دوباره رئیس بدون د دینه چي او حکومت د اپګوتکی چې په دغه کې څه مشکل وو دې د تقنني فرمان د لارې چې خلاف د قانون دي او د ټولو مرجعو څخه تایید شوی مسایل دي خبريږي د اغه مسایل دي چې د افغانستان د خلکو تشويش وو او د دې تشويش د رفع کولو په خاطر یو لوی اجماری مختلفو اقوام او سیاسيونو وکیلانو د ټولو راج مسایو ترڅو د حکومت نه پکلک سره غوښتنه وکړي چې دغه مسائل دغه مشکلات رافقي او کنه بیا بده یو قویغ برګون چې هغه هغه به د دیموکراسي په چوکاټ کې وي د ریسمان خو اخي آقای, آقای مرتضیه حکومت چه واکنشه داره به برگزاری نشسته قندهار بسیار تشکر به سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون امکاران شما مهمان برنامه نکات راکې در قطنامه پایانی جلسه قندهار مطرح شده این نکاتی هست که حکومت تیسه سه سال روی این برنامه ها هم تمرکز داشته و هم گامه های عملی برداشته بحث قانونگرایی حکومت وحدت ملی بیشتر از هر دوره و مقطع دیگه به قانونگرایی هم باور داره و هم تلاش میکنه که حاکمیت قانون تأمین شود مثل که ما مرکز عدلی و قضایی ایجاد کردیم محکمه خاص برای غاصبین زمین ایجاد میشه و یکی جایگاه ما در مبارزه با فساد تغییر آمد اینو همه نشان دهنده است و یا در نظر هایی که اخیرا مطرح شد همه نشان دهنده ای است که حکومت در یک مسیر درست در حرکت است نکاتی را که همایون صاحب مطرح کردن در مورد نقص قانون بهتر است که همه شهروندان افغانستان و خصوصا سه اعضای سه سر سیگان افغانستان همه خود مکلف به قانون ببینند مثلا پارلمان افغانستان در مورد خود آقای حماین فیصله کرد که در روز به مجلس نیاید یعنی خودشان قانون نقض کرده بودن و یایی که وقتی یک فرد میره به آرشیف تلویزیون پارلمان دست میزنه و در برابر کمره علنی پول پرداخت میکنه به کارمندان آیا این قانونگرایی است یا نقص قانون هست و یا در روز رسمی که آجندای پارلمان خود حیات اداری پارلمان تعیین میکنه و کلیدیترین ترین وزیرا را برای رای اعتماد که بیانیه های را بشنون و غایب هستن آیا این قانونگرایی هست آیا این وظیفه شنایی هست یا خودش در مقایرت به قانون است بنابراین هر شهر هر شهروان یا هر شخصی که حرف از قانون یا اصلاحات میزنه حداقل خودشان یک بار نشان بده که خودشان تا چی پیمانه به می شعارها یا به می گفته ها باورمن هست تا حداقل حد مردم افغانستان قضاوت کنه که این حرفا با در عمل چقدر مطابقت داره آقای هماین در نشست قندهار کسانی در واقع هم اشتراک دارن که بگونه اتهام های فساد بر آنها وارد است به مشخص بر شخص خود شما آقای مرتضوی بیان کردن که چگونه اتهام های از فساد و قانون شکنی ها بر شما وارد شده حالا شما چگونه میاین از مبارزه با فساد اداری و قانونگرایی صحبت میکنین مردم چطور بالای حرفا و شعارهای شما باور بکنن ببینین ما د مبارزه خود علی فساد د قزمه اول د توله 16 سال ک چې حکومت جدید اومده د می طول 16 سال شما وینین کی د فی اوله اس کی د دا داخلي ولوسی جرګه موونه اوله ولوسی جرګه رئیس پارلمان و در عین زمان رئیس دارون شورا به فساد متهم ساختوم و در عین زمان د دا داخله شورا کس طرف خود رئیس پارلمان کمیسونه برا ش ایجاد شاد اونا هم امي مسله را بررسی کردن و اما آقای هماین در مقابل شما هم متهم 24. و فساد هستین از اتهام از اتهام وارد شدن غیر قانونی به آرشیو تلویزیون ملی تا زمین اجازه بتن که ما این مسئله را برای شما دقیق بگویم با ما به تلویزیون ولوسی جرگه رفتیم و به ولوسی ای از صلاحیت های شخص خودم است قانون نفت کردن در نیمه های چپ چگونه و... بدون اجازه وارد آرشیف تلویزیون و... ملی میشاین آقای هموین ما... ما... اتحان های سنگین از فساد بر شما وارد است که... مردم باشه چگونه برای شما باور بکنند پلیس پولیس اله حاکم ما وجود داشت ولکه بهی رقم فسادا ببینیم آقای مرتضوی را پرسون کنین که آقای اشرف غنی که ما رئیس کمپاینش بودم در وخت کمپاین از ما تقاضای بسیار زیاد رای سیاو سفید کرده که در دا داخله صندوقاش باشه شما از آقای غنی پرسون کنین ما ورده و 2.5 صد میلیون دلاری که خانم غنی گرفته پرسون ازو پول از آقای مرتضوی کنین که او کجاست او در عین زمان فسادی که در اداره امور واخته ک مکتوبای قومګرایی را پخښ میکرين به وو چی جواب میګين در عین زمان تمام مسایل دیګي ک روزمره د د د موردی قومګرایی خو د اینا... فساد ګستره هر غری ریاست جمهوریت واخته ک پیدا میشه آقای مرتضوی جواب ازو ران بگو یا آقای مرتضوی پاسخ میده راي ک یا میترسن تشويش دران تشويش شته ایست ک بل اخره مردوم تا بینی آمدن از دوست از این و وحشت میلی آقای هماین پس از وقفه شما ادامه حرفای شما را خواهیم بکن. داشت پس از وقفه کوتاه همچنان فراخبر دنبال بکنید آقای مرتضوی نخواست میخوام به اتهام های رکای همایون بر رئیس جمهور غنی و بانی نخواست کشور وارد کردن برایش پاسخ با داشته باشین و بعد بگوین که اینها در واقع در جستجوی رسیدن به چه هدف است اگر شما باور ندارین به نیت و اهداف را همایون از نشست قندهار بیان کردن خب هر شهروندی که بالا یک مقام دولتی و یا شهروندی دیگه ادعای داره سند داره ما های عدلی و قضایی داریم ولی داریم مرکز عدلی و قضایی داریم محکمت داریم بسیار خوب است که همایون صاحب و یا دیگر شخصیت های سیاسی که بالای حکومت و یا نهادهای حکومتی اعتراض داره به این محاکم مراجعه کنه بر رسانه ها شریک کنه اسناد مردم افغانستان هم قضاوت میکنه های عدلی و قضایی ما هم میتونه موضوع بررسی کنه حکومت و رئیس هیچ نداره از اینکه یک کسی بالایش اگر ادعا داره او رو به با محکمه و بررسی شود بنابراین ما خواهش میست به جایزی که می در رسانه صحبت میکنه بهتر است که سند خود به شریک کنه و یا سند خود ببره به یک نهاد عدلی و قضایی تو بررسی شود تا حداقل ما در ختم بفهمیم که آقای هماین راست میگه یا دروغ در مورد که چی میخوایم در سه سال کارهای را که حکومت وحدت ملی انجام داده حداقل در دو دوره حکومت گذشته انجام نشده شما جایگاه دیپلماسی فعال افغانستان تا دو روز میبینین رئی جمهور در آذربایجان و دکتر صاحب عبدالله در نشست شانگهای و اهمیت منطقه و دنیا و توجه دنیا به افغانستان خودش نشان دهنده ای است که حکومت وحدت ملی چه مسیر را پیموده است ما در یک انزوا و محدودیت مطلق از لحاظ تجارت و ترانزیت بودیم ولی امروز در یک موقعیت کاملا فعال قرار داریم که دروازه های متعدد روی ما باز شده است آل آل نشست قندهار در کدام مسیر در واقع روان است و دنبال پیدا کردن یک راه حل به مشکلات جاری در افغانستان است یا در صدد تضعیف حکومت وحدت ملی آنچه برخی ها میگن خب اول ما انتظار داریم شخصیت های مثل آقای که در این نشست بودن اما فرهنگ وظیفه شناسی و قانونگرایی را خودشان رعایت کنن نهادی نکنه امروز جلسه بسیار مهم در پارلمان بودن و پارلمان افغانستان یک جایگاه بسیار مهم هست مردم رای دادن و اینا باید نظارت کنه بیانیه وزرا را بشنا، بشنون ما وزیر دفاع امروز رفتن داخله رفتن کار مایی بودن و اینا چطور بدون شنیدن بیانیه باز میان مورد قضاوت میکنه و ما انتظار داشتیم که اینا از خانه ملت از چوکی پارلمان افغانستان بیان حکومت نظارت کنن بیان طرحشان رو با حکومت شریک کنن و خبرنگار شما از از قندهار بسیار گزارش خوب دادن چون گفتن که هیچ پیام مشخصی ما در نشست قندهار ندیدیم مردم افغانستان فعلا از لحاظ تحصیل از لحاظ و سیاسی در این موقعیت بسیار خوبه کار حکومت هم قضاوت میکنه کار دوستایی که فعلا انتقاد دارم قضاوت میکنه چی هدف اینا در سر دارن میخوان به اون نایل گردن برداشت ما است که یک بخش انرژی به شخصیت ها واقعا برای خلق مزاحمت برای کارهای اصلاحی حکومت به مصرف میرسه برای پیشرفت افغانستان با مصرف مرسه چون تا زمانی که شما یک طرح بدیل نداشته باشین تا زمانی که شما یک طرحی که کمک کند حکومت در مسیر پیشرفت و اصلاحات و جز تعبیر مزاحمت سیاسی دیگه عنوان نمیتونه برایش باشد آقای همایون شما مزاحمت میکنین م... حکومت به خاطر اصلاحات در صحبت های آقای بر های آقای مرتضوی سایی من میگم که ما در ولوسی جرگه بسیار فعال هستیم و از ولوسی جرگه چندین قضیه را که شخص خودم افشا کردیم و ما تا با محکمه رسیده و آقای غنی هم در موردش خبر داره که ما دا در مورد فساد اشخاص زیاده برشان دوسیه را برد و آقای غنی بود که به ما گفت که او ما این خان زورم نمیکشه در موقتش ما از تمام میدیا امیر ذکر کردم که اسناد دستاشتهی که برش دادیم در دا مورد فساد که در وزارت دفاع و جای دیگه وجود داشت ولې هغه غنی کولایي قزیا را سياسي ساخت ودر اين زمان ما بوله لوی سرن ولیکې غیر مستقله است او ال مربوط به شخصي آقای اشرف غني است کې شخصي ساخت او را د دې مورده موږ مشکلات زیات دروم دوسیه کې ما براشان هرايه کړم دو نیم ماز کې هیڅ نه ودا مورده شجرات نه شه با وجود ازي کې رئيس پرلمان پازيروف کې پوله گرفتا او ټلویزیون تلو تمام اسنه نشانه داد در اين زمان ما فکر мекуنم کې آقای مرتزوی باید به با وجدان خود صرف خجالت از خاطر عزی باشند که ماش دولت میگیرن و د مقابله مردم افغانستان دروغایی را میگن که اصلا نه از کوسا نه از توتاب و نه از راه ترانزیت هیچ چیزی وجود نداره صرف خاک میگیرن بر روی به چشمه مردم وندوز ان تو مردم بازی بودن ولی بالاخره در سی و نیم سال شما ببینید که چند روز قبل آقای غنی به پکتیا رفته بود با مردم پکتیا قول کرد که ما به شما در در روز برق میارم و در وقت انتخاباتش به شخص خودم قول کرده بود که به ولایت خوست در ظرف شش ماه برق میارم امروز سی و نیم سال میگذره پنتون ولایت خوست گفته بودن که ما به حساب بین المللی میسازیم هیچ چیز نشد را را ترانزیت میسازیم هیچ چیز نشد ما, ما که آقای غنی گفته بود که بر ما از ابتدا قابل پذیرش نبود ولی ما با صدر دیزی و با فکر بودیم که خب یک آدمی که سن و سال شفتات سال باشه مفکر دوم هم از طرف کدام مجله اعلان شده باشه و او را اگر رئیس جمهور شو امکان داره که به خیر ازی مردم باشه ولی ما می بینیم که آقای غنی با یک مریضی روانی که شخص خودم با اونا ششتم صحبت کردیم مریضی روانی داره و شاید که بیش از صد بار آقای مرتضوی را با الفاظ بسیار زشت از شوبش کشیده باشه ولی که داخل حکومت بعض اشخاص و افراد که وظیفه را اجرا میکنه و تحمل شنیدن عرفای بسیار زشت و غیر اخلاقی داره شما میتونید داخل هر پرسان کنین ولی آقای مرتضوی میخواد که از خاطر چند رو پولی که داره خب نفقه فامیلش است ما در چیز گفت نمیتونم ولی مردم افغانستان بازی دادن یک روز آقای مرتضوی و شاید محاکمه شود به خاطر از اینکه فریب دادن هم در حساب قانون باید به با 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 پنجه ممنون. قانون سپرده شوه اشخاص افراد و بندی شوند ممنون آقای مرتضوی و خب... ما امیدوار هستم که مردم افغانستان قضاوت کنه سطح صحبت های یک وکیل پارلمان و سطح بیانیه رئیس جمهور ما مطمئن هستم که آقای همایون بیانیه یک دیروز رئیس جمهور در آزربایجان داد از سطح فهمش واقعا بالاتر است و یکی روزنامه نمیخونه سایت مطالعه نمیکنه خبر تعقیب نمیکنه و نمیدونه که در اطرافش چه تحولی پیش آمده چه پیشرفتی صورت گرفته و افغانستان به یک مرحله پیشرفت رسیده ای خب که خودش فاقد معلومات است خودش فاقد آگاهی هست و یک موضوع دیگه است ما امیدوار هستم که دوستان دیگه معلوماتی که در مورد افغانستان هست همراهشان شریک کنند تا در یک آگاهی قرار بگیره و بر اساس آگاهی قضاوت کنه ولی ما باز تکید میکنیم که رسانه های افغانستان جامعه مدنی افغانستان مردم با شعور افغانستان خودشان در مورد کارکرد دوستان آقای همایون و حکومت افغانستان که در اصل جمهورغنی هست قضاوت خواهد کرد تاریخ افغانستان قضاوت خواهد کرد که ما بعد از 100 سال در انزوا فعلا در چه مرحله از سیاست خارجی خود از موقعیت خود قرار داریم و مسیرهایی که برای اولین بار در روی مردم افغانستان باز میشه این محصولی یک سیاست سالم هست و برای اولین بار وقت اصلاحاتی داریم فرصت فراهم میکنه که هر شهروند افغانستان بتونه شانس خود برای رسیدن به موقعیت های اداری فراهم کنه این خودش یک نمونه از اصلاحات هست و یا یک قانون افغانستان فرصت فراهم میکنه که هر شهروند بتونه خود کندی کنه ماما. در هر سمت اینو خودش نشانه تغییر هست و ما امیدوار هستیم که آقای هماین هم معلومات خود یک مقدار تازه <applause> آقای هماین در کنار پاسخی که میخواین به عرفای آقای مرتضوی داشته باشین میخوام به حیط اداری مجلس نمایندگان هم اگر جواب داشته باشین هیئت اداری مجلس نمایندگان میگن نشست هایی که حکومت را به چالش میکشه پایه های حکومت وحدت ملی را سست میکنه خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی برخ از نمایندگان گفتند کسانی که چنین هدف را در صرف دارند در واقع فرزندان ناخلف نظام هستند با اینها باید برخورد قانونی قر... صورت بگیره و تحت پایگرد قانونی قرار داده شوند چه میگن شما؟ خب شما دیدین که جلسه قندهار یک جلسه بسیار بزرگ که بیشتر از چل هزار نفوز در اینجا حضور داشت اینجا تلویزیون تلو وجود داشت و تلویزیون های هم وجود داشت شما دیدین که به چه قدر آرامش به چه قدر خوبی این ای، ای برنامه گذشت و در عین زمان الفاظ که ما داشتیم الفاظ تند که علی رئیس جمهور داشتیم و علی حکومت داشتیم ای حقایق از که است خود نتیجه چیست برای مشکلات کنونی چی رای حل را در نشست قندهار در واقع شما به حکومت ارائه کردین رای حل است که فساد گسترده حکومت نشان داده شود در اسناد و در زمین به مردم افغانستان اول فامانده شود که این حکومت فاسد است بعد از اینکه این مردم عام بیچاره ای که شعر روز حکومت بازی میته وقتی که اونا فامیدن باز برنامه ما را با بسیار احترام به تمام مردم افغانستان نشان میتیم که واز نزدیک بخوانند و در انتخابات بعدی که پیش روی هستند مردم افغانستان درست قضاوت کرده بودند مان به سوال دیگه که شما در روسی جرگه داشتین شما می میفهمین این که آقای نظیر احمد همنان احمدزی ست اونها فر مینن اربه ریس جمهور کدام ربمیداشتهباشه بیشتر برخرد قومی منه و سطح فهم ا نزیرا برم معلوم ست که تاکجا هست و ای 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 جلسه, جلسه که د دا اجه دار شد ا خلاف نظام نبود عبر تقوت نظام بود ول خلاف حکمت بودی پایه دولت ستوما نم چونین دروغای کې چې بره مردو افغانستان میګا بل اخرې ای سیمډیم سال دوام کنه ای تا اخرې 5 سال ای دوام کنه و ما نفرین بیت شما میفهمین کې ما ای انفوس تاسو په پایله رسیدل دي د 5000 25000 تلفات ما در این سال تنها در بخش اردو و پلیس داشتیم ولی واقعا قایق به 7000 میگن با ممنون. وجودی که اسناد موجود است آیا, خیلی آیا میشه که 18 هزار دیگر باقی آقای شهید گرفت و اورا 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 فراموش کرد خیلی ممنون آقای مرتضوی حالا یا میخواهند دامنه نشست قندار را به دیگر ولایت هم بکشانند چه میکنین بالاخره واکنش شما چی خواهد بود و گفته شما این نشست ها در واقع یک مزاحمت در برابر اصلاحات حکومت ایجاد ب... نه ما انتظار داریم که اینا واقعا اگر طرحی دارن برنامه ای دارن بیان ده برای مردم افغانستان برای مطبوعات افغانستان برای جامعه مدنی افغانستان شریک کنه دوم پارلمان افغانستان خودش جز یک قوه هست و نظارت بر اعمال دولت میکنن بیان از پارلمان وزرا را میخواین و حتی صلاحیت دارن بس. که با ترین مقامات دولتی را بخواین دیدگاه خود شریک کنن صرفا اگر یا به قرارداد دسترسی پیدا نکردن یا منافع مالیشان متضرر شده به خاطر حاکمیت قانون یا مبارزه با فساد و مزاحمت ایجاد میکنه ایران تاریخ و مردم افغانستان مرا قضاوت ممنون کن. از حضور هر دوی شما در برنامه و سپاسگزارم از شما بیننده ها خبر در می شود. یک نقاشی از دروازه قدیمی شهر وین کشف شد که گفته می شود یکی از آثارهای منصوب به هتلر است مؤسسه هلندی مستندسازی جنگ پس از بررسی دقیق اعلام کرد که این نقاشی حقیقتا یکی از آثار هتلر است آدولف هتلر بین سالهای 1909 تا 1913 میلادی در ویان زندگی می کرد و در نهایت تلاشش این بود که هنرمند شناخته شده شود او معمولا از روی کارت پستال های قدیمی نقاشی می کشید و نقاشی از ساختمان های تخریب شده و آثار قدیمی شهر ویان از دیگر سوژه های نقاشی هتلر بودند هتلر پس از آن که دو مرتبه از سوی اکادمی هنر شهر ویان مردود شد از هنر فاصله گرفت و با سیاست روی آورد به گفته ای کارشناسان این نقاشی ممکن است از روی یکی از بناهای تخریب شده شهر وین متعلق به 1894 میلادی کشیده شده باشد